عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این هم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشام همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. دلم دست به دعاته، چشام همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. شبی بیا به دلت سر بزن، خدا اینجاست. چه عاشقان در باور بزن، خدا اینجاست. به برزان چه داری و آرزو داری، به برزان چه داری و آرزو داری، به گرد شمع دلت در پر بزن، خدا اینجاست. نگو که آمدم اما ندیدم او را، نگو که آمدم اما ندیدم او را، ز شوق عشق تو محکمتر بزن، خدا اینجاست. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، در کشور عزیزمون ایران، سپاسگزاریم از اینکه اجازه میدید مهمان منازل شما عزیزان باشیم. همون گونه که میدونید برنامه امید جاودان در این وقت برنامه زنده هست. هموطنان عزیز، مشروط بر اینکه مایل هستید میتوانید روی فیسبوک و یا اینکه تماس بگیرید، موضوعات دعاتون رو بگید. تشویقتون میکنم عزیزان که روی فیسبوک هستن ما رو شیر کنن با دوستانشون، که عزیزان نیز بهره بگیرن از این برنامه. باشه که این برنامه و کلام خداوند، و اگر مهمانی داریم در این مسیر، باعث برکت، امید و شادمانی برای تو هموطن عزیزم باشه. از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیضش هر آنچه که مصلحت دل تو هموطن عزیزم هست، نسبت به سلامتیت، نسبت به ایامت، نسبت به رابطه‌هات، نسبت به آرزوهای دلت برای خودت، خانوادت، و نسبت به آزادی کشور عزیزمون ایران نیز خدا مطابق فیضش ما رو برکت بده و دعاهای همه ما رو اجابت کنه. سه شنبه گذشته جای خیلی از شما عزیزان خالی بود که در جشن 18 سالگرد تأسیس شبکه یک بودیم. سپاسگزار هستم از آقای شهرام همایون که لطف کردن ما رو نیز دعوت کردن، و بسیار شب خوب و شبی بود که حقیقتاً درش خاطرات بسیاری عالی موندش، که اکثر مدیران شبکه‌هایی که شبکه‌های سیاسی و شبکه‌هایی که برنامه‌های بسیار خوبی برای ایران دارن، این عزیزان همه تشریف داشتن و چه کار خوب و چه کار پسندیده‌ای آقای شهرام همایون انجام دادن. آقای شهرام همایون یکی از عزیزانی هستن که به عنوان شخصی که مدیر یک تلویزیون هستش، من از همون ابتداشون میشه که 15-16 سال هست که من در لس آنجلس هستم، و این افتخار رو داشتم که در همون روزهای اول که اومدم به عنوان کسی که میتونه تو کار دکور و کارهایی که اینجا دست داشته باشیم برای خدمتی در این شبکه در کنار دوستانمون باشیم، و از همون ابتدا من یک خوی و مرام عاشقانه و دلسوزانه در وجود این عزیز دیدم، و از همون ابتدا هم به ایشون گفتم من لقبی رو که به شما میدم لقب یک شعبان هست. گفت شعبان؟ گفتم آره، از اونجا که از کلام خدا میاد معنای دلسوزی داره، یعنی که به آنچه که در ضرب المثل های عبری و آرامی در گذشته بوده و همچنین مثال هایی که در کتاب مقدس هست و بین یهودیان و اسرائیلیان مرسوم هستش، کسی که دلسوزه، کسی که مسئول پذیره، کسی که حقیقتا آنچه را که میگه هست رو بهش میگن شعبان، شعبانی که دلسوز هستش. و حتی بعد از اینکه دوباره این افتخار داشتیم که بازم به محبت ایشون، به دعوت ایشون، من در این شبکه مدت ها هستش که در خدمت شما هموطنان عزیز هستم، بارها به ایشون گفتم، و اون شب من باز این رو دیدم که ایشون چه نگاه خوبی دارن، نگاهی که میتونیم بهش بگیم یکی از موفق ترین رهبران اپوزیسیون هستش.
چرا که ما یه رهبر خوب رو چگونه میتونیم تشخیص بدیم؟ باید ویژگی های خاص خودش رو داشته باشه. فرصتی هست من درباره ایشون صحبت کنم، سوء تفاهم نشه، حقیقتا این گونه نیستش که ایشون اصلا خبر ندارم من دارم تو این برنامه صحبت میکنم و نمیدونم آیا برنامه منو میبینن یا نه. خودشون انقدر مشغولیت دارن برای آزادی کشور عزیزمون ایران، فکر نمیکنم بتونن همه برنامه ها رو ببینن، ولی آنچه که در دلم هست اعلام میکنم. ایشون ویژگی های خوبی رو دارن به عنوان یک شخص رهبر. یکی این که وقتی که آنچه را که انجام میدن با تمام دلشون انجام میدن و در اون استقامت دارن و در طول این مدت سالهای که من ایشون رو میشناسم، خدمات ایشون رو میشناسم و 18 سال هست این تلویزیون رو بنا کردن ایشون، ما داریم میبینیم همون گونه که یک رهبر خوب مردم گوش میکنن بهش، به ایشون گوش کردن و نهضت و این کمپین در از ما هستیم رو میبینیم که مردم پیروی کردن و در این مسیر نیز چقدر موفقیت آمیز بوده. موضوع دیگه، موضوع خیلی مهمی هست، مسئله پرچممون هست، پرچم شیر و خورشیدی هستش که در از نظام اسلامی در طول این 40 سال تمام سعیشو کرد که اون پرچم خرچنگ نشان رو بذاره، پرچمی که آرم بت روشه، الله هستش رو بذاره، و ایشون چه مبارزه نیکویی انجام دادن و حتی میخوام بگم یک بیداری در اپوزیسیون مخالف نظام رو ایشون ایجاد کردن. چرا که من خودم شاهد بودم، اگر اشتباه نکنم 27 سال پیش که سوئد رفتم به دلیلی، وقتی که کنار اپوزیسیون قرار گرفتم و جشن نوروز بود توی سوئد، من شاهد این شدم که دیدم حتی خود اپوزیسیون با هم درگیر هستن. یه عده میگن نه پرچمی باشه که اصلا آرم نداشته باشه، یه عده بودن میگفتن نه با همین پرچم خرچنگ نشان باشه. لذا یعنی اصلا اون موقع ما کسی رو نداشتیم که به ما این ادراک رو بده، این درک رو بده. هرچند من خودم با همون زمانم با پرچم شیر و خورشید نشان موافق بودم با دانش بسیار کمی که داشتم، ولی بعدها ما دیدیم که حقیقتا این شبکه و رهبریت ایشون چقدر موفقیت آمیز بوده. از این رو از خداوند میخوام که واقعا خداوند آقای همایون، شهرام همایون عزیز ما رو برکت بده که به رویاهاش برسه. رویاهایی که داریم میبینیم ثمره داده، میوه داده. عیسی مسیح میگه از میوه درختان ما میتونیم بفهمیم اون درخت تلخ یا شیرین هست. امروز هم ما از میوه تمام عزیزانی که تو اپوزیسیون هستن خدا رو شکر برای وجودشون، برای غیرت همشون، هیچ مخالفتی من ندارم، ولی خدا رو شکر برای این مدیریت این شبکه که میبینیم میوهش حقیقتا مؤثر بوده. اگر مطلبی رو آقای شهرام همایون اینجا توی شبکه گفته، توی ایران انجام شده، پیروی کردن و توانسته تأثیر بذاره. این ویژگی های خوبی هستش که آقای شهرام همایون داره و یکی از بهترین رهبران اپوزیسیون در بین ایرانیان هستش و حقیقتا از خداوند سلامتی برای ایشون میخوام. بازم ازشون تشکر میکنم، سپاسگزارم با اینکه چند ماهی بیش نیست ما در خدمتشون هستیم، اما این روحیه خوب شبانی ایشون، رهبری ایشون این هستش که ایشون لطف کردن به منم یه تقدیرنامه دادن، لذا اصلا لازم نبود من باید بهشون تقدیرنامه میدادم. تشکر میکردیم به خاطر این محبت، ملت ایران باید بهشون تقدیرنامه بده به خاطر این نوع مبارزه که ایشون دارن، همچنین همکاران ایشون، کسایی که کنار آقای شهرام همایون عزیز ایستادن. اما قبل از اینکه بخوایم مهمان عزیزی رو داشته باشیم، تشویقتون میکنم بریم با هم دیگه یک سرودی رو به انتخاب اتاق فرمان داشته باشیم و برمیگردیم با بانو ویکتوریا آزاد. از سوئد هستیم، خیلی هم دیر وقته، اونجا هم خیلی سرده، ولی بانو ویکتوریا آزاد انقدر پر از غیرت برای ایران هستن با تمام خستگی ها و مشغولیت هایی که دارن، هر بار که من تماس گرفتم ایشون لطف کردن و دعوت ما رو پذیرفتن. از این رو هستش که واقعا از همینجا تشکر میکنم، سپاسگزار هستم از این بانو عزیز، از این بانو مهربان که در گذشته از این که آستین بالا کردن برای مبارزه برای آزادی ایران،
میبینیم که چقدر برای زنان ایرانی ایشون فعالیت میکنن. و وقتی من با ایشون در مورد زنان ایران صحبت میکنم، اون احساسی که ایشون بغض میکنن رو درک میکنم و اکثر موقعا دعا میکنیم که واقعا خداوند کشور عزیز ما رو آزاد کنه و خداوند مطابق فیضش باشه که ما رو برکت بده، زنان ما از این اسارت مذهب دروغی نیز رهایی پیدا کنه، از این اسارتی که از توسط نظام اسلامی متاسفانه تحمیل ایران و ایرانیان شده، با فیض خدا ما آزاد بشیم. بریم با هم دیگه سرودی رو ببینیم، برمیگردیم هموطنان عزیزم با مهمان گرامی عزیزمون بانو ویکتوری آزاد خواهیم. نجاتت را همه جا رسانم، سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بی همتا، هم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم، سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بی همتا، هم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم، چون ارادت را نجویم، ببخش مرا مسیحم، هم سویت شتابان دوم، با تو را روم، سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بی همتا، هم هر روز با تو را روم، صدایت بشنوم، سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بی همتا، هم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. آمین که سلطان قلبمون خداوندمون عیسی مسیح هست که پیام عشق و صلح و محبت رو به بشریت آموخت، هم به توسط کلامش و هم در اعمالش، عملی که انجام داد روی صلیب رفت، و همچنین به توسط روح القدس این قدرت و اقتدار رو، این تشنگی عشق و محبت رو به تمام مریدانش داده هستش. برنامه امید جاودان در این وقت برنامه زنده هست. هموطن عزیز، همون گونه که اعلام کردیم مهمان عزیزی داریم، بانو ویکتوریا آزاد از سوئد. خوشحال هستیم که بتونیم با ایشون ارتباط داشته باشیم. درود میفرستم خدمت شما بانو ویکتوریا آزاد، سپاسگزارم از این که لطف کردید و دعوت ما رو پذیرفتید. درود بر شما، منم از شما سپاسگزارم عزیز که کماکان در کنار ملت ایران ایستادید. آمین، سپاسگزارم. درود گرم خدمت هموطنان عزیزمون که این برنامه رو دنبال میکنن. سپاسگزارم مهر شما. قبل از اینکه بخوام بپردازیم به مسائل روز سیاسی، سوئد الان برف اومده یا نه؟ چگونه هستش هوای سوئد؟ برف نیومده واقعا، امسال هنوز برف نیومده. بله هستش. کلا سوئد یه مقدار گرم‌تر شده نسبت به سال‌های پیش. جالبه. واو واو.
به هر حال امیدوارم که آب و هوای سوئد و شرایط زندگی در سوئد برای شما و دیگر هموطنان ما و همچنین برای سوئدیا همیشه در مسیر قوت و سلامتی باشه. خب بشنویم از شما بانو ویکتوری عزیزم که میدونم که بسیار فعال هستید در بین اپوزیسیون و فکر و ذهنتون آزادی کشور عزیزمون ایران هستش. بفرمایید خواهش می‌کنم. بله. طبعا تو این روزهای پرتلاطم ما آرامش نداریم به راستی و بخش زیادی از زندگیمون و لحظاتمون با مسائل ایران صرف میشه که خب توی سالهای گذشته کماکان بوده ولی خب الان خیلی بیشتره، برای اینکه من فکر میکنم شرایط ایران خیلی حساس‌تر شده. ایران آبستن حوادث چندگانه‌ای هست که میتونه به راستی برای ایرانیان بشارت یک به هر حال دوران جدید آبادانی و توسعه باشه، میتونه برعکس بشارت شرایط منقلب و ناشناخته ای که امروز ما نمیتونیم شاید حتی حدسشو بزنیم باشه. درست. در سناریو اول برای اینکه بتونه تغییراتی که ایران به هر حال بدونه که جمهوری اسلامی بتونه از این به بعد تاثیرگذار باشه روی روندها، به لحاظ اینکه جمهوری اسلامی نشون داده ظرفیت اصلاح پذیری و ترمیم سیستم و دستگاه خودشو نداره و کاملا محرز هست و این رو ما به هر حال سالهاست داریم میگیم، ولی حالا به هر حال به همه ثابت شده که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. بنابراین از جانب دولت و حکومت هیچ امیدی به این که بشه اونها منشأ تحولات و اونها منشأ به اصطلاح تغییرات مثبت به نفع ملت باشن نیست. ولی اینجا معادله دو طرف داره، یکی یه طرفش حکومته، یه طرفش هم مردم هستن. مسلمه. اگر این مردم در صحنه باشن و بخوان خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن و تصمیم بگیرن و اراده کنن که به دست خودشون به آزادی دست پیدا بکنن، خب ما میتونیم واقعا به سمت توسعه و به سمت آبادانی و یک ایران نوین بریم. ولی اگر مردم تصمیم بگیرن که کماکان به این شکلی که امروز عمل میکنن، یعنی کاملا پراکنده، کاملا به اصطلاح جدا جدا و اون صفوف همبستگی که باید وجود داشته باشه و تاریخ جنبش های بشر نشون داده لازمه پیروزی مردم به عنوان یک گروه و به اصطلاح لازمه اینکه اونها به خوشبختی و دموکراسی برسن، حضور خلاق اونها در صحنه هست. اگر این تأمین نشه من بعید بدونم که ما بتونیم به اون مسیری که حداقل ما به لحاظ فرایند دموکراسی در نظر داریم دست پیدا بکنیم. در اکواز جمعیت رو میبینیم که واقعا نمیدونم، درود از همینجا میگم به شرف و غیرت و به ماندگاری این کارگران هفت‌تپه که راستی نشون دادن که سرگل جنبش آزادی‌خواهی در ایران هستن و روز 31مین روزی هست که اونها در صحنه هستن. خب ما در واقع به ده ها جمعیت و ده ها اهواز نیاز داریم برای اینکه بتونیم این کار رو به سامان برسونیم. درست. ما الان یک اهواز داریم. خب با آنم درش سه تحرکات دیدم که اتفاق افتاده در ارتباط با کشتن اون عزیز متخصصمون، اسمشون الان یادم رفت، ولی به هر حال اتفاقاتی که یعنی در اهواز افتاده مبنی بر تحرکات شدید مردم، اعتراضات شدید مردم، باید در شهرهای دیگه هم بیفته، چون شهرهای دیگه وضعیتشون بهتر از اهواز که نیست که. مسلم. بله. شهرهای دیگه هم بسیار ما یعنی گرسنگی، کارتون خوابی، بدبختی، گوشه خیابون افتادن، نداشتن نان، مغازه ها که میبینیم که در شهر کاملا پر از مواد غذایی اما ملتی که پول ندارن برن مواد غذایی بخرن، این پدیده است که الان سراسری شده در ایران. یعنی الان میشه گفت تمام ایران همدرد و هم سرنوشت شدن.
خب چرا بقیه شهرها نمی پیوندن به اهواز؟ چرا به پژواک نمیدن صدای اهواز رو؟ چرا اونها همداستان نمیشن با اهواز؟ خب این میتونه دلایل متعددی داشته باشه، ولی به هر دلیلی که هست در این مقطعی که تمام شرایط فراهم شده برای اینکه ایران ما بتونه چهرش متحول بشه و حاکمیت سیاسی ایران تغییر پیدا بکنه، خب متاسفانه ما شاهد این ضعف ها هستیم در جنبش های مردمی. این جنبش مثلا خیزش دیما شروع شد، خیلی به اصطلاح امید ایجاد کرد در بین نیروهای سیاسی، تحرکات بسیار خوبی رو ایجاد کرد برای اینکه احساس کردن که خب به هر حال اتفاق در داخل کشور داره میفته، ولی بعد که این میره دوباره درون خودش و فروکش پیدا میکنه، دوباره انگیزه همه کم میشه. یعنی چه نیروهای سیاسی که میتونن اونها هم در واقع منشأ تحولات باشن و چه خود مردم. حالا الان مردم اهواز به راستی دارن قوقا میکنن تو صحنه، واقعا خیلی دست مریضان میگم بهشون. من امیدوارم بقیه شهرهای ایران بپیوندن به این مردم. آمین آمین با فیض خدا. و تشخیص بدن که اگر این کارو نکنن سرنوشت خوبی در انتظارشون نیست. ببین اونجا درسته که ما در خارج از کشور زندگی میکنیم، ولی دغدغه‌مون دغدغه ایرانه و مشکل ایران مثل جان و تن ما میمونه، وطن ما هست و برای ما پایز اهمیته. من اینطور نیست که صدام از جای گرم در بیاد، به هر حال این همه کتاب خوندیم، این همه مقاله خوندیم، این همه تاریخ تحول بشر خوندیم، ما نمیبینیم که در مبارزه با دیکتاتوری راه دیگری وجود داشته باشه و مردم هم میدونن که راه دیگری وجود نداره. والا اگه راه کم هزینه تر، ساده تر، چه میدونم بی درد سری وجود داشت، ما از خدامون بود. خب از بی درد سر بتونیم راحت برسیم به یک حکومتی که بتونه مردم رو نمایندگی بکنه، یک دولتی که منتخب مردم ایران باشه، ولی راه دیگه نداره. راهش فقط میدان میلیونیه، راهش اومدم توی صحنه است به شکل میلیونی، جدا جدا و کم کم. عزیزان من جواب نمیده، به هیچ عنوان جواب نمیده. یک اگر یک هفته همه با هم بیان تو صحنه، همه با هم بریزن تو خیابون و نشون بدن زیر بار حکم حکومتی مبنی بر سرکوب نمیرن، کار تمومه و این ارعاب رو بزنن کنار. یه دلایلش البته ارعابه، یکی از دلایل دیگرش اینه که مردم از سیاسیون هم ناامید شدن. یعنی این را هم باید بدون تعارف من بگم که مردم یه مقدار نگران این هستن که به هر حال کیا میخوان قدرت رو بیان تو دست بگیرن، دولت ائتلافی وجود نداره، نیروهای سیاسی با هم دیگه شاید یه مقدار زیادی کنار نمیان، نمیتونن با هم همکاری داشته باشن و نمیدونن فردای رفتن بعد از جمهوری اسلامی چه اتفاقی میفته. این چیزها رو داره، ولی من شخصا فکر میکنم که اینقدر نگران این قسمت هستید، صد برابر این نگران ادامه حیات جمهوری اسلامی باشید. چون ایرانی ها توانایی ها و قابلیت های شایان خودشون رو همواره نشون دادن. من مطمئنم که تو اون کشور هزاران نیروی متخصص و توانمند وجود داره برای اینکه بتونه شریان های اقتصادی و حتی سیاسی و نظامی کشور رو حتی به دست بگیره و به نحو اصلا اداره بکنه، ولی مافیای آب و هوا و پول در ایران اجازه این که اینها بتونن بیان در مسند قدرت بشنن رو نمیده. بنابراین اینقدر که نگران این هستم که خود این ترس این که فردا چه خواهد شد ما رو کت بسته بکنه در مقابل جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی بتونه ادامه بده به بقای خودش، اینقدر من نگران این هستم، نگران فردای این که چه خواهد شد نیستم، چون من به ظرفیت این ملت به راستی باور دارم و معتقد هستم که خیلی از نیروهای خارج از کشور هم به داد اونها خواهند رسید و ما یک ارتش میلیونی میشیم برای نجات کشورمون، برای در واقع سازندگی و آبادی و توسعه کشور بعد از فردای رفتن جمهوری اسلامی. آمین. شما فکر کنید این همه حقوقدان داریم، یعنی نوشتن یک قانون اساسی مدرن منطبق بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، با وجود این همه حقوقدان، این همه آدم توانمند،
امر غیر محالی است. والا من این ایرانیای با سوادی که میبینم، من فکر میکنم این قانون اساسی ظرف کمتر از 6 ماه آماده خواهد شد. بله. کشور ظرف کمتر از 6 ماه سر و سامان سیاسی اقتصادی میگیره. به فیض خودم. اون چیزی که بیش از هر چیزی ترس من هست این هست که این ترس ها و باید ها و نباید ها و اگر اینطور بشود چه میشود و این به اصطلاح احتیاط ها و مصلحت های فقط از روی اینکه مردم چشمشون ترسیده موجب نشه که این فرصت طلایی که آقای ترامپ و مجموعه کانفلیکت ها و اختلافاتی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا، اسرائیل و کشورهای دیگه وجود داره ایجاد شده، این فرصت طلایی از دستمون بره و به اصطلاح جمهوری اسلامی بتونه واسه خودش 40 سال دیگه هم حکومت بکنه. و اگر دنیا از ایرانیان، از حضور ایرانیان در صحنه ناامید بشه، ای بسا بره به سمت اینکه به هر حال به یک گزینه دیگری به اصطلاح اختیار بکنه. و گزینه دیگر، گزینه کنار اومدن با جمهور اسلامی، جز اینکه بقای دیکتاتوری و بقای نظام استبدادی دینی رو در ایران تضمین بکنه، چیز دیگر به بار نخواهد آورد. مسلم دیکتاتورها تونستن ادامه بدن، مگر اتحاد جماهیر شوروی سابق 80 سال ادامه نداد؟ مگر 80 سال در مسند قدرت نبود؟ مگر 80 سال برای تمام جمهوری آسیایی اروپایی تعیین تکلیف نمی‌کرد؟ مگر به بمب هسته‌ای مجهز نبود؟ تمام اینها بود دیگه و اتفاق افتاد و مردم خیلی به سختی تونستن از شر به اصطلاح تسلط اتحاد جماهیر شوروی بر به اصطلاح اقلیم‌های خودشون خلاص بشن. سناریوس که میتونه در انتظار ایرانی ها هم باشه اگر به این خوشخیالی و توهم ادامه بدن که بقیه میان براشون تعیین به هر حال حکومت میکنن، میان نجاتشون میدن. من حتی از بعضی اینقدر خوشخیالم که خیلی برام جالبه، میگم شاهزاده برمیگرده ایران، همه چی خودش درست میکنه. شاهزاده چجوری برمیگرده ایران؟ چجوری؟ به من بگه چجوری. خب مردمی که تو خیابون نیستن، مردمی که شعار نمیدن، مردمی که ایشون رم فریاد نزنن، خب چجوری ایشون برمیگرده ایران؟ میشه به من بگه چجوری؟ نه ایشون هم یه دست هستن دیگه، خودشون هم بارها اعلام کردن که من یک نفر از جمعیتی هستم که در بین شما هستم به عنوان مخالفین. و این دیدگاه، حتی بارهایشون اعلام کردن که این دیدگاه رو بردارید که یک نفر بر شما حاکم باشه. من یکی از افرادی هستم که در جمع اپوزیسیون هستم. چه بسا که ملت ما در این روزها بهشون حق میدیم نگران باشن از اینکه نظام اسلامی هرگز نمیخواد به این راحتی بره و تا اونجا که بتواند دست به کشتار میزنه. مسلما ما نمیتونیم هرگز تصور بکنیم که آخوندها و نظام اسلامی و یا شخصی به نام خامنه‌ای و این نظام دیکتاتور مانند محمد رضا شاه فقید عمل کنند، وقتی که دیده که ملتی آنگونه که ایشون مهیا کرده نمیپسندن، ایشون رفت. ولی آخونده این کار رو نخواهند کرد و مردم ما این رو میدانند. اما حتی اگر این گونه فکر کنیم که اونها به اشد مبارزه و مقاومت در ملت، در برابر ملت ایران میستن، جایگاه نیستش که مردم ما سکوت کنن، چون که سکوت اونا همون گونه که شما فرمودید دلیل خواهد شد که تاریکی بیشتر بر زندگی، بر تمام ابعاد زندگی مردم باشه. یک ضرب المثلی هستش که اعلام میکنه، میگه آشپز وقتی که آتیشو فوت میکنه خاکسترش تو چش خودش میره. پس اگر امروز ما جایگاهی ایستادیم که میخواییم این تاریکی بره، این ظلم بره، این فساد بره، مسلما ما هم آسیبی خواهیم خورد. همان گونه که من میدونم بانو ویکتوری آزاد، شما میتونید در سوئد که یکی از کشورهای بسیار مرفه هستش از نظر موقعیت مالی امنیتی از شما حمایت میکنه، شما بهترین زندگی رو داشته باشید که لذت دارید و میتوانید. واقعا دغدغه شما چرا ایران باشه؟ شما به فکر این باشید که
بتونید در دانشگاه مشغول کار و خدمتتون باشید، درآمد خوبی داشته باشید، اما امروز وقتتون رو گذاشتید برای کشور عزیزمون ایران و خیلی از شبکه ها همچنین شبکه یک آقای شهرام همایون و خود شاهزاده رضا پهلوی میتونن و بقیه اپوزیسیون میتونن سکوت کنن، زندگیشون رو بکنن. حتی خود من به عنوان یک کشیش در کلیسا، باور کنید یه چیزی میشه گفت 20-40% ما اعضای کلیسامون رو از دست دادیم که اینا موافق نبودن ما درباره سیاست و ایران صحبت کنیم و یا بگیم سرنگون باد نظام اسلامی. خب مسلماً وقتی که ما آزادی رو میخواییم باید قربانی بدیم، تونش رو باید بدیم. ما ایستادیم برای آنچه که درست است، شما ایستادید برای آنچه که درست است، اپوزیسیون ایستاده برای آنچه که درست است، ملت ایران عزیز مام که میدونیم واقعا ایستادن. فقط نباید مجال ترس و نگرانی بیشتر از این به خودشون بدن. شرایط همون گونه که شما فرمودید بسیار مناسب، به نظر من خدا شرایط رو مناسب کرده برای سرنگونی این نظام. قبلا هم عرض کردم ما کتابی داریم به نام کتاب ارمیا از نبی هست که مال 2700 سال قبل هست، یکی از پیشگویی‌ها درباره ایرانه. میگه در روزهای آخر خدای قدرت تاریکی، که این قدرت تاریکی همینا هستن، چون قبل از این محمد رضا شاه، رضا شاه بزرگ قدرت تاریکی نبودن، قدرتی بودن که در صلح و عشق و محبت و رفاه کشور عزیز ما بودن. این قدرت تاریکی شکسته خواهد شد و ایرانی‌هایی که آواره همه جهان شدن اونها برمیگردن و خدا بر قلب اونها، حکمت و خرد بر قلب ایرانیان نیز حاکم خواهد شد و کشور عزیز ما ایران آباد خواهد شد. پس ملت ما الان بهترین شرایط رو دارن که بتونن در برابر این قدرت ظلم و ستم بیستن و ایمانم داریم که در این مسیر حرکت خواهند کرد. پیشنهاد خود شما چیه در این شرایط؟ ببین لازمه این اتفاقی که گفتین که خیلی هم زیبا بود، امید بخش بود، در واقع لازمه که این اتفاق بیفته این هستش که مردم در صحنه باشن، چون به قول معروف بخوام بگم میگه که خداوند هم میگه از تو حرکت از من برکت. اگر قرار هست که مردمی لیاقت برکت رو داشته باشن که ملت ایران دارند، آمین، باید بیان تو صحنه و باید حرکت بکنن. الان یک اقلیتی داره قیمت میده در ایران. درود به شرف تمام این عزیزان که چه جانشون رو در این راه از دست دادن و چه در زندان ها به سر میبرن، چه در خیابان ها دارن اعتراض میکنن، فریاد میکشن، ولی این تعداد کمه. این یک اقلیتیست که بسیار فریادش هم رساست از اونجا که به کار خودش و راه خودش ایمان داره. اکثریت خاموش ایران در واقع میشه گفتش که کسانی هستن که به لحاظ روانشناسی، اگر بخوایم روانشناسی اجتماعی اگر بخوایم نگاه بکنیم، از نظام بریده، به نظام هیچ اعتقادی نداره، هیچ علاقه نداره و در منحصر مجموع بسیاری از مردم در گوشه ایران از نظام جمهوری اسلامی متنفر هستن، حتی دارن روزها نمیدونم شبها حتی دعا میکنن، دست به دعا هستن برای اینکه این شب بخوابن و صبح بلندشن ببینن این نظام کاملا ریزش کرده. اعتمادی دیگه مردم به این نظام ندارن و اون رابطه بین دولت و ملت و کل حکومت در واقع یک رابطه است کاملا آسیب دیده، کاملا از حد آسیب حتی گذشته، کاملا مخدوش و به اصطلاح غیر قابل اتکا و برای پیشرفت در یک کشور لزوم این که رابطه بین دولت و ملت مبتنی بر اعتماد و اعتماد متقابل باشه، مبتنی بر باور به پیشرفت و باور به همکاری در درجه اول باشه خیلی های از اهمیت هست. تمام اینها شکسته شده و ما کشورمون دچار یک آشوب سیاسی وحشتناک هستش. میبینید که اوضاع در مجلس به چه ترتیب هستش، نمایندگان مجلس در ایران خیلی هاشون صداشون در اومده و حتی اونهایی که خودشون
دستی در این آتش دارن. میبینیم که کم کم به اصطلاح این روند شکاف در بین خود حاکمیت که از سالها پیش شروع شده بود داره همینطور بیشتر تقویت میشه. آمادگی یک فروپاشی کامل در نظام ایران داره به وجود میاد، ولی ما فقط خواهان فروپاشی نیستیم. زمینی که فروپاشی هم راستش به نظر من خیلی چیز نیستش، مناسب نیستش. ما خواهان یک در واقع فروپاشی منجر به یک تحول مثبت هستیم. و برای انجام اون تحول مثبت و برای اینکه ایرانیان از سراسر ایران جمع بشن و دوباره بیان در این خاک آب و خاکی که بهش تعلق دارن و برای اینکه این سیاهی از این لکه ننگ از تاریخ ایران زدوده بشه، لازمش این هست که مردم ایران در صحنه باشن. من طرفدار یک تحول دموکراتیک مبتنی بر یک فرایند دموکراتیک هستم. من معتقدم که فرایند یعنی این روندها و در واقع قدمهایی که برداشته میشه به سمت تحول در ایران، از خود اون وقوع اون تحول مهمتر هستش. اگر این فرایند و این قدمهایی که امروز برداشته میشه برای تحولات در ایران به شکل دموکراتیک انجام بشه، و وقتی ما میگیم دموکراتیک یعنی حضور 100% مردم در صحنه، غیر از این دموکراسی معنی نداره. ببینید من تو دموکراسی دارم نفس میکشم. دموکراسی یعنی حضور مردم در صحنه و ایجاد شرایط انتخابات آزاد. مردم میتونن واقعا انتخاب آزاد داشته باشن و وجود بسیار رسانه‌های آزاد که به مردم بتونن آگاهی، یعنی چرخش اطلاعات در کشور بتونه به شکل آزادانه صورت بگیره. این یعنی دموکراسی. بله. خب اگر مردم بخوان در صحنه نباشن و بر این باور باشن که هنوز کسانی اون بالا هستن که اونها بهتر بیان بر اینها تصمیم بگیرن و بر اینها دولت تعیین بکنن و برای اینها تحول ایجاد بکنن، ما به دموکراسی نخواهیم رسید. مسلم مسلم. و امروز دموکراسی یک مسئله به اصطلاح کاملا خواستنی هستش. حالا من قبل از اینکه میدونم وقت کم هستش، الان مسئله سه بعد به اصطلاح مهم داره. یه بعدش مردم بودن که توضیح دادم، بعد دومش روشنفکرا و اپوزیسیون ما هستن. بله. اپوزیسیون ما متاسفانه بسیار مشکلات عدیده، یعنی از دردهای چندگانه متاسفانه رنج میبره و گاهن در من تولید ناامیدی میکنه که بشه با این اپوزیسیون به جایی رسید. و این خیلی های زحمتی که اونها هم حساس بودن شرایط در بیابن. ما بدون یک ائتلاف وسیع براندازان که در واقع یک حامل یک وحدت براندازی باشه، خیلی دشوار بتونیم جلو بریم فکر میکنم. مسئله سوم مسئله رسانه های ما هستش. ما اپوزیسیون و رسانه خیلی کم داره. یکی از این رسانه ها رسانه خود شماست که من خیلی براش احترام قائل هستم و واقعا شما پلنگای اپوزیسیون ایران هستید. جلال ازان خودت. خواهش. دو تا رسانه های دیگه داریم که اونام به همین ترتیب، من تو رسانه هایی که به اصطلاح حالا کلان نیستن، تو بچه کلان شما فکر کنم مثلا رادیو فردا رو داری، نمیدونم صدای آمریکا رو داری، من تو رو داریم، ایران اینترنشنال رو داریم، بی بی سی رو داریم. خب اینا که اصلا بلنگوی اپوزیسیون نیستن. در واقع وقتی میگم بلنگوی اپوزیسیون نیستن، یعنی بلنگوی ملت ایران نیستن. به چه دلیل؟ چون اپوزیسیون نیروی مخالف جمهوری اسلامی، من منظورمه، من به گروه خاصی اشاره نمی کنم، به هیچ حزب خاصی اشاره نمی کنم، به شخصیت ها و دست ها و احزاب و تشکل ها اشاره می کنم که در واقع مخالف 100% جمهوری اسلامی هستن. اینا رسانه ندارن. خب اگر هم اینا شخصیت های رو میارن تو رسانه هاشون، کسانی هستن که یکی به در بزنن، یکی به تخته و مغلطه جو و سفسطه جو و ما عاقبت از حرفای اینا نفهمیم بالاخره چی خوبه چی بده. باید اون مدلی پیش بره، نه اینکه مثل رسانه شما شفاف برای مردم بد و خوب و مشخص بکنه، سعی بکنه شفاف هم راه درست رو توضیح بده که به چه سمتی باید رفت برای اینکه بتونیم به اون چیزی که نهایتاً هدف هم ایرانی هاست دست پیدا بکنیم. با فیض خدا. چه میدونم رسانه مثل شبکه کلمه که خب مال به هر حال عزیزان سنی ما هستن که اونجا اداره میکنن، ولی اونها نمایندگی مردم سنی
کشور ما رو که نمیکنن که، ولی به خودشون اجازه میدن به بنده بگن که شما برای اینکه بتونی بیا مصاحبه بکنی توی یعنی از من دعوت میکنم برم مصاحبه بکنم تو روز رسانه‌شون با شرط من رو سری سرم بذارم. عجب. شما بکنید چه با چه با چه مشکلاتی رو برستی واقعا ما رسانه مسیحی هستی و از من بخواید که مثلا من حتما وقتی حرفم شروع میکنم بگم مثلا اول و آخرش با هللویا تموم بشه، میدونی؟ هیچ وقت این مدتی که من و شما با هم همکاری کردیم با وجود اعتقادات عمیق در واقع دینی که شما دارین، چه به دین به اصطلاح مسیحیت چه به حضرت عیسی و تمام این مجموعه، هرگز من اصلا نه بوی استبداد نه بوی نوعی تحمیل نظریات باورهای شما دعام برام کردین همیشه به لطفم داشتین. آمین که این کارو خواهیم کرد. نه به راستی میگم، یعنی یک عالم همیشه برام انرژی خوب فرستادین. هیچ وقت هم نظراتتون رو به من تحمیل نکردین. هیچ وقت هم هیچ شرط و شروطی برای من نذاشتین. حالا من میدونم این برمیگرده به خصلت این دینه که شما بهش باور دارین و آمین که به خود شخصیت مسیح و پیام انجیل مسیحه. آمین. مرسی. همین فرهنگ رو من در بین مسیحیان در سویدم میبینم. بله خدا شاید و یه جوری که به اصطلاح سعی میکنم بیشتر بشارت دهنده شادی و نیکی و اجتماعشن و نمیبینم اصلا تو مسیحی تحمیل بکنم. برحال من به همه ادیان احترام میذارم، ولی منظورم بودش به یک گوشه از مشکلات فرهنگیمونم در اینها اشاره بکنم که اینها ما رو دچار مشکل میکنه. من امیدوار هستم برحال تمام این مشکلات حل بشه و آزاد بشه. آمین. با سپاس از مهر شما بازم تشکر میکنم. میدونم دیر وقت هستش بانو در سوئد و شما لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید. منم از خداوند میخوام که پیوسته شما رو قوت بده و با فیض خداوند بتوانیم در روزهای آتیه همه ماها نیز در کشور عزیزمون در آزادی بتونیم به فکر و اندیشه دیگه آبادانی کشور عزیز و خوبمون باشید. سپاسگزارم از مهر شما، از صحبتهایی که واقعا فرمودید و بهره گرفتیم. چون فرصت ما بسیار کم هست شما رو دستان خداوند میسپارم به امید خدا که هرچه زودتر بتونیم به قوت مسیح سرنگونی این نظام اسلامی رو ببینیم و آزادی و آبادی یعنی کشور عزیز. امیدوارم. آمین. فیض خدا با شما. خدا نگهدار. خدا با تشکر از مدیر شبکه یک آقای شهرام همایون عزیز و تشکر از اتاق فرمان آقای یاسر و دیگر همکاران. عزیزان تشویقتون میکنم، میدونیم که داریم نزدیک میشیم به روزی که به عنوان تولد خداوندمون عیسی مسیح هست، در از تجسم خدا بر روی زمین هست. ما کمپینی رو تشکیل دادیم که عزیزانی که در ایران هر کجا هستن میتونن به برنامه امید جاودان، به شبکه امید جاودان تبریکات خودشون رو بفرستن. مشروط بر این که وقت هست از اتاق فرما خواهش میکنم که قسمتی از این تبریکات رو بفرستن روی ارک عزیزان ببینن. بازم تشویقتون میکنم هموطن عزیز لطفاً تبریکات خودتون رو بفرستید برای شبکه امید جاودان. فیض و رحمت خداوند با شما عزیزان باشه. به امید خدا همون گونه که آرزو کردیم آزادی کشور عزیزمون بسیار نزدیک هستش. همسر مریم خادم خدا هستم. رود بر عیسی مسیح خداوندمان، رود بر کشیش رسول گرامی و همسر محترم و فرزندانشان. فرا رسیدن کریسمس و تولد منجیمان عیسی مسیح را به تمام جهانیان علی خصوص مسیحیان تبریک و تهنیت گفته شادی و شادکامی و نجات تمام ایرانیان عزیز را از خداوندمان عیسی مسیح خواستاری. آمین. کشیش رسول گرامی و همه هم میهنانم در سرتاسر دنیا و همه مسیحیان ایرانی و همه مسیحیان جهان کریسمس مبارک باشد. با امید اینکه با فعالیت کشیش رسول ایرانمان در سال آتی آزاد شود و ایشان
مینیستری خود را در ایران من برقرار کنند و مستقیما از ایران بشارت مسیح خداوند را به همگی برسانند. آمین. سلام به کشیش رسول عزیز و همه هموطنان عزیزم. منم به نوبه خودم عید و سال نو میلادی رو به همه عزیزان تبریک میگم و از خداوند میخوام که به همه شما برکت و شادی و سلامتی عطا کنه. صلح و سلامتی یشوع خداوند با ملت عزیز ایران و همچنین کشیش رسول نازنین از پدر آسمانی در نام مقدس یشوع برای همه عزیزان خداوند شادی، برکت، سلامتی و سالی پر از روح القدس و عطایای روحانی رو برای شما فرزندان خداوند از پدر آسمانی می طلبم. Frohe Weihnachten, ich wünsche euch ein gesundes Jahr. کریسمس مبارک. صلح و سلامتی خداوندمون مسیح با همه شما ایرانیای عزیز باد و برای شما، برای تک تکتون از جانب خداوندمون مسیح سالی پر از برکات روحانی، عطایای روح القدس و قوت و قدرت خداوند میطلبیم تا همیشه شاد و سلامت و پر از کلام خداوند باشید. جناب کشیش رسول و ایمانداران گرانقدر، درود بر شما فرزندان خدا. آغاز عرضم با کلام خداوند: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زادروز خداوندمان عیسی مسیح فرزند عزیز خدای پدر رو به همه شما عزیزان از صمیم قلبم شاد باش میگم و جشن کریسمس و همه این روزهای فوق‌العاده‌ای که یادآور محبت‌های ماندگار و پایدار خدای پدر به همه ماست که از محبت‌های خودش، از عشق‌های خودش برای همه ما خواست، ساخت و به همه ما هدیه فرمود و به همه شما عزیزان شاد باش میگم و هرچی که بهترین هاست رو به صورت کارا و برای همیشه دارا باشید و هر چی که بهترین هاست در زندگی همه آکنده و فراوان باشه. در نام قدوس و مقدس عیسی مسیح، آمین. همسر مریم خود صدات میزنم، نجاتم بده از تو این هم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو. چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشم همش به راته. خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. دلم دست به دعاته، چشم همش به راته. خدا به هم نگاه.